مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت میگه 20,000 داروی طب سنتی مجوزدار از سازمان غذا و دارو وجود داره که از این تعداد فقط 60 قلمش بیمه شده. مدتی است که گرایش مردم به طب سنتی و داروهای این طب در کشور زیاد شده. برای سرماخوردگی استفاده کرده بودم، خوب بود. البته این استقبال در حالی است که یکی از مشکلات اساسی پیش رو بیمه نبودن این داروها است. هنوز در عرصه نمیبینیم که بیمه ها اینا رو قبول بکنه. وقتی هم به سراغ داروخانه های سطح شهر رفتیم، داروخانه دارها از پوشش بینی بسیار اندک داروهای طب سنتی خبر میدادن. این داروهای طب سنتی و داروهای گیاهی چقدرشون بیمه هستن تو این داروخانه؟ تقریبا هیچ کدومشون. قرمصفا هم اصلا نیستن؟ نه، اصلا آویشن و نمیتونم داروهای که خیلیشون مثلا پرمصرف برای بیمه مثل کبد شهر و اینها که بیمار مجبور است آزاد تهیه بکنه اینا رو. زیاد نه. زیاد بیمه نیستن؟ نه. شاید به تعداد انگشتان دست بیمه باشن. بیماران و همراهان مراجع کننده به داروخانه هم از بیمه نبودن این داروها گله‌مند بودن. سر داروهای گیاهی گرفتن اصلا تحت پوشش بیمه نیستش، همش ملاقش هم بالاست. تاییدیه بیمه رو نداشتم. این آزاد دادیم؟ بله. در ادامه این مشکل رو از شورای عالی بیمه سلامت پیگیری کرد. داروهای طب سنتی مقدار تعداد خیلی کمی در کشور تا الان این درخواست براشون صورت گرفته. الان تقاضا برای جدید ارائه نشد دفتر طب ایرانی برای شما؟ اواخر سال 1400 بعد از اون تاریخ دیگه لیست جدید بیمه برای داروهای طب سنتی ندادن؟ پاسخ دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت هم این گونه بود. این موضوعی که ما پیگیرش هستیم که به قولی داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی و سنتی تحت پوشش بیمه قرار بگیره. بالاخره بیمه هم ضوابطی برای این موضوع داره. البته وزیر بهداشت چند وقت پیش وعده حل مشکل و گسترش چتر بیمه داروهای طب سنتی رو داده بود. حسینی با خبرگزاری صدا و سیما.